رأی قاطع و بسیار روشن و بالای ملت به رئیس جمهور منتخب و خادم مسیر روشن فردا رو ترسیم کرد و آغاز جهانی شدن انقلاب رو به نمایش گذاشت. 48 سالی سرشار از عزت و سرافرازی و پیروزی های بزرگ برای یک ملت بزرگ بود. یک انتخابات عظیم با حضور بی‌نظیر و حماسی ملت آگاه که همه مناسبات یک سویه عالم رو به چالش کشید و شکوه و عظمت و درستی راه ملت رو در جهان تثبیت کرد، در سال 88 به وقوع پیوست. رأی قاطع و بسیار روشن و بالای ملت به رئیس جمهور منتخب و خادم مسیر روشن فردا رو ترسیم کرد و آغاز جهانی شدن انقلاب رو به نمایش گذاشت. در این انتخابات شیوه نوین، انسانی و حقیقی مردم سالاری و حکمرانی صالح در برابر دید مردمان عالم قرار گرفت. در سال 88 شکوه حضور مکرر ملت ایران در صحنه‌های گوناگون و در آخر در 22 بهمن در واقع بشارت محو اندیشه استکباری و خودخواهی و انتشار اندیشه انسانی بود. البته دشمنان تلاش کردند با پاشیدن گرد و غبار مانع از درخشش ملت ایران و فرهنگ و آرمان الهی ملت ایران بشوند، ولی آنها در واقع به چهره و چشمان خودشون خاک پاشیدند و عظمت ملت ایران چشمان جهانیان رو خیره کرد. دشمنان از نشاط و بالندگی و امید مردم ما عصبانی بودند و هستند، اما باید بدونند که ملت ما امروز بسیار پرنشاط‌تر، با محبت‌تر، مصمم‌تر و مقتدرتر از سال قبل و از همیشه در راه اهداف بلند خود حرکت خواهد کرد. دروغ بزرگترین گناه است و اگر کسی بخواد دروغ بگوید، من مطمئن باشم دروغ میگوید، احتمال بدم بعد در زمان قدرت دروغ میگوید، رأی دادنش گناه جن و انس به گردن آدم. الله اکبر. برای اینکه به یک ملت خیانت کرده تا حبت آسمون روایت داره بوی بدش میره، برد تا همه جا میره. امروز که با این ارتباط ها سراسر جهان رو میگیره، باید به کسی رأی بدهیم که مطمئن باشیم راست میگه. باید مطمئن باید های صندوق های رأی بریم، مطمئن باشیم کسی راست میگه. اگر درجه اطمینان فرق داره، یکی 90 درجه، یکی 80 درجه، یکی 70 درجه، بریم سراغ اون 90 درجه. اسلام اساس صدق است و راست. این یک گناهی که مرتکب شدن در اول و بدبختی برای بشریت آورد. حضور همه پای صندوق های رأی این بار لازم است، لازم عقلی این بار لازمه. شما هیچگاه در اطلاعی های بنده ندیدید که بگم لازمه، این بار میگم همه باید حضور پیدا کنید. ای همه کسانی که حرف من به گوشتون میرسه، بنویسید تو پاکت بگذارید برای قوم خویشتون بفرستید. حالا که رسانه عمومی دست ما نی، مصلحت نی ما تو رسانه عمومی باشیم، نوشتم کاری نداره، اول انقلاب اینجوری بود، بنویسید صد تا تکثیر کنید.